رکوردهایی که دولت ایران را هم به خود آورد. همزمان با بیشترین تعداد قربانیان ناشی از کرونا در 24 ساعت از 5 روز دیگر و برای دو هفته 150 شهر ایران تعطیل خواهند شد. اعتراض‌های آبان ماه جان صدها نفر از مردم ایران را گرفت. خشونت‌هایی که بسیاری را در این یک سال وادار کرد با خانه و کاشانه وداع کنند. و سیاستمدارانی که همیشه در پست و مقام میمانند تا روزی که دیگر خود نمانند. ولید معلم وزیر خارجه در خونین ترین برهه از تاریخ سوریه درگذشت. دوشنبه است در امروز. سلام. سیاه‌ترین روز کرونا در ایران از آن دیروز شد. 486 مرگ در 24 ساعت. به نسبت جمعیت در صدر فهرست آمار منتشر شده از تعداد قربانیان در جهان. گرچه صحت همین رقم هم از سوی خود مقام‌های ایرانی بارها زیر سوال رفته. حالا به نظر دولت به خود آمده و بسیاری از شهرها از شنبه در قرنطینه فرو خواهند رفت. اما ایران از بسیاری جهات عقب مانده، حتی از کشورهای همسایه، مشخصا وقتی صحبت از گرفتن تست است و شناسایی مبتلایان به کووید 19 برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن. رها باون این تحولات رو دنبال کرده. از شنبه اول آذر آغاز دیرهنگام، اما ضروری محدودیت‌های فراگیر در ایران از اول آذر. با توجه به بالا رفتن آمار جانباختگان و مبتلایان، تصمیمی اجتناب ناپذیر برای دولت که بالاخره از خواب زمستانی بیدار شود. محدودیت‌های گسترده در 25 استان. در این تعطیلی گسترده ما حتی در خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و از شهر به شهر افراد دیگه نمیتونن انتقال پیدا بکنن. تولیداتی که مورد نیاز هست، بخش تولید و بخش خدمات ضروری فقط کار خواهند کرد. بیش از 100 تا شهر ما داریم که در مرحله هشدار 3 یا قرمز هستن. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، جزئیات بیشتری از این طرح داد. و کلان شهر. شهرهایی که در سطح هشدار قرمز قرار دارند، تمام مراکز آموزشی، فرهنگی و ادارات تعطیل و مسافرت‌های برون شهری ممنوع خواهد بود. شهرهایی که در سطح هشدار نارنجی قرار دارند، تمام مراکز آموزشی و فرهنگی تعطیل و یک سوم کارکنان باید در محل کار خود حضور یابند. سفر برون شهری نیز ممنوع است. شهرهایی که در سطح هشدار زرد قرار دارند، تمام مراکز آموزشی و فرهنگی تعطیل و ادارات با نصف تعداد کارکنان مجاز به ارائه خدمات ضروری هستند. اما در هر سه سطح، همه تجمعات ممنوع خواهد بود و ترددها فقط در اون شهری و برای موارد ضروری مجاز است. در این ماه‌ها مقام‌های ایرانی بارها متهم شده‌اند که پنهانکاری می‌کنند و با مردم شفاف نیستند و آمار و ارقام واقعی را اعلام نمی‌کنند. حالا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا هم هست، می‌گوید رو در بایستی و آمارسازی ممنوع. هیچ رودرواسی نباید در این زمینه داشته باشه. از تجمع وقتی قرمز میشه و تردد باید کنترل کامل بشه. به هیچ وجه و به هیچ وجه آمارسازی و مخفی کاری نباید داشته باشیم. این جان مردمه. اما آنچه هنوز مشخص نیست این است که کسب و کارهایی که تعطیل میشوند از چه کمک‌هایی برخوردار خواهند شد. همچنین به رغم سیستم گسترده بهداشت در ایران، چرا شناسایی و رهگیری مبتلایان با استانداردهای جهانی این همه فاصله دارد؟ تا هفته گذشته ظرفیت تست کرونا در ایران تنها 24 هزار تست در روز بوده و اکنون به 40 هزار تست رسیده که به نسبت جمعیت 85 میلیونی یعنی برای هر 1 میلیون نفر 64 هزار تست. در مقایسه با ترکیه که با جمعیتی مشابه ایران 190 هزار تست برای هر 1 میلیون نفر می‌گیرد.
بیشک اجرای طرح تعطیلی فراگیر در کنترل آمار مرگ و میر مؤثر خواهد بود. اما ضعف‌های ساختاری و فرهنگی زیر سایه عدم اعتماد عمومی به دولتی که بارها متهم به پنهانکاری شده، موضوعاتی است که در کوتاه مدت رویارویی با بحران کرونا را چالش برانگیز خواهد کرد. رها باوند، ایران اینترنشنال. در همین حال دومین واکسن برای مبارزه با کرونا قد علم کرده. پس از شرکت آمریکایی فایزر با همکاری بیوانتک آلمان، حالا شرکت آمریکایی مدرنا میگه واکسنی که ساخته تا 95% در جلوگیری از انتقال ویروس مؤثره. مدرنا میگه پس از گرفتن مجوز 20 میلیون دوز واکسن تا یک ماهانی دیگه آماده خواهد کرد و تا 1 میلیارد دوز در سال آینده. محمد منیر ویروسشناس در دانشگاه لنکستر بریتانیا توضیحات بیشتری درباره آنچه درباره این واکسن میداریم داد. هر دو واکسن ساخت مدرنا و فایزر از یک تکنولوژی استفاده می کنن. کارآمدی بالای 95% برای یک واکسن خیلی عالی و بیشتر از انتظاره، چرا که ما تعداد خیلی کمی از واکسن ها رو داریم که میتونن بالای 90% ایمنی ایجاد کنن. برای مثال واکسن های آبل سرخک و آبل سرخون جز واکسن های بالای 90% هستند. اما اکثریت واکسن ها، برای مثال واکسن آنفولانزا، تنها 50% موارد مؤثر هستند. بنابراین تولید یک واکسن در این مدت کوتاه که بالای 90% موفقیت داشته باشه دستاورد خیلی بزرگیه. اگر 90% مردم ایمنی داشته باشن، ما نباید نگران 10% باقی مونده باشیم، چرا که اگر 70% مردم با استفاده از این واکسن ایمن بشن، 30% باقی مونده به دلیل فشار انتشار بیماری از یک فرد به فرد دیگه یا از یک گروه به گروه دیگه محافظت خواهند شد. واکسن ها معمولا به این صورت مؤثر هستند. البته باید در نظر داشته باشیم که برخی از مردم شاید ملاحظه‌ای در مورد استفاده از واکسن داشته باشن یا تحت تاثیر کمپین ضد واکسن قرار بگیرن. مقاومت اونها باعث بشه که میزان موفقیت این واکسن به 70% برسه که حتی در این صورت هم همچنان مؤثر خواهد بود. باید در نظر داشت که وقتی از موفقیت 90% واکسن‌های فایزر و مدرنا صحبت می‌کنیم، هنوز نتیجه نهایی و قطعی در مورد این واکسن‌ها اعلام نشده و ما همچنان با داده‌های موقت روبرو هستیم. پیش‌بینی من اینه که با توجه به نرخ سرایت زمانی که در این آزمایش‌ها انجام شده، در پایان این ماه یا ماه آینده نتیجه نهایی رو خواهیم داشت، حداقل برای 3 یا 4 واکسنی که در این مسابقه پیشتاز هستند. وقتی که داده‌های نهایی رو داشته باشیم، نهادهای قانونی مجوزهای لازم برای استفاده رو صادر خواهند کرد. بنابراین تا میانه دسامبر 2 یا 3 واکسن تاییدیه قانونی خواهند داشت و استفاده از اونها شروع خواهد شد. بسته به کشوری که تو اون هستین، دسترسی شما متفاوت خواهد بود. بعضی از کشورها مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا کار بر روی زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی عملی برای واکسیناسیون رو شروع کردند. اما در کشورهایی که زیرساخت‌های لازم وجود نداره، مدتی طول خواهد کشید. یکی از سوال‌هایی که در مورد هیچ کدوم از این واکسن‌ها پاسخ داده نشده اینه که ایمنی چقدر ادامه خواهد داشت، و این یک سوال بسیار مهمیه، چرا که اگه ایمنی فقط چند ماه ادامه داشته باشه، تمام خوشحالی ما بی اساس خواهد بود، چرا که ما نمیتونیم هر 4 ماه ایمنی سازی رو انجام بدیم. محمد منیر بود، ویروسشناس در دانشگاه لنکستر انگلستان. در این 4 دهه یکی از صادرات عمده جمهوری اسلامی مردم این کشور بودند، مردمی که در مقاطع مختلف تصمیم گرفتند بسیار از آنچه که برایشان عزیز بود پشت سر بگذارند و آینده خود را در سرزمینی دیگر جستجو کنند. اعتراض‌های آبان ماه یک سال پیش هم یکی از این مقاطع بود. مهران عباسیان گزارش میده. شهر زیبای تفلیس حالا مأمنی برای غزاله و مهدی است، خواهر و برادری که حدود 1 سال است از ایران خارج شده و به گرجستان پناه آوردند. آنها اهل شاهین شهر اصفهانند. مهدی در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته 3 بار دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت. او بعد از آزادی به دلیل مشکلات روحی ناشی از شکنجه و بازداشت به ناچار ایران را ترک کرد و به گرجستان آمد. مدتی بعد خواهرش غزاله نیز تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت به برادرش ملحق شد. هم خب ترس داشتم، دیدم که دارن تیر میزنن مردم ها، خیلی راحت دارن میکشن مردم ها. هم واقعا نفرت پیدا کرده بودم که خب چرا، مگه خب مردم چیکار کردن؟ دارن حق خودشونو میخوان.
وقتی خیلی شلوغ شد تیر هوایی زدن مامورا. اول با تیر هوایی شروع کردن، بعد شروع کردن تیر زدن به سمت مردم که یه دختره بود که نزدیک خود من بود تیر خورد. آنها با کوله باری از خاطرات تلخ آن روزهای پر التهاب ایران را ترک کردند، خاطراتی که میگویند شاید هرگز فراموش نکنند. به صورت دوباره کتک وارد ماشینم کردن و بردنم. همراهمون دختر بود و پسرای معترضی که بودیم. برای کدوم شبکه کار میکنی؟ برای کی کار میکنی؟ و هرچی میگفتیم ما برای کسی کار نمیکنیم. پول گرفتی اومدی اعتراض بکنی؟ صدای زنگ موبایلا میومد، صدای گریه بچه میومد، صدای پیرمرد میومد که من قرصامو نخوردم، من کاری نکردم. همه رو شروع میکردم به زدن تا وارد اتاق شدیم و اون موقع بود که فهمیدیم که کار اشتباهی کردیم برای فیلم گرفتن تو اعتراضات، چون از فیلمای خودمون شناسایی میکردن افرادی که تو اونجا بودن و به خودمون نشون میدادن که خودت هم بودی. البته این همه ماجرا نیست. در گوشه دیگری از شهر تفلیس، علی جوان 32 ساله ایرانی در این رستوران زندگی میکند با حداقل امکانات زندگی. او نمیخواهد هویتش معلوم شود. میگوید به خاطر کمک به یکی از دوستانش که در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی تیر خورده و زخمی شده بود، تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت ناچار به ترک ایران شد. هم که حالا اگه بشه اسمشو گذاشت جای خواب، جای خواب من، یه پتو، یه بالشت و همین. کسایی که اینجا اومدن حتی امثال مثل من، این زندگی نیست. باید تو وطنشون باشن، باید تو کشورشون باشن. واقعا گناهمون چیه؟ اعتراض مدنی داشتیم که واقعا نتونستیم به جواب برسیم. در پی اعتراضات آبان 98 عده‌ای از معترضان به گرجستان گریختند، هرچند آمار مشخصی از تعداد آنها وجود ندارد. آنها اکثرا در شرایط سخت زندگی می‌کنند و برای گذران زندگی به کارهای خدماتی با درآمد پایین مشغولند. وقتی حکومتی که دیکتاتوری باشه، نظام استبدادی باشه و فقط حرف خودش باشه، حرف مردم توش جایی نداره، حرف دیگران تو حکومت جایی نداره. اینا نمیپذیرن که مردم خواسته هایی دارن، فقط خواسته های خودشون مهمه. برای همین سرکوبگری توی بنیادشون هست. یک سال از حوادث خونین آبان گذشته و شهر تفلیس حالا خانه عده‌ای از معترضان ایرانی است که اینجا بلا تکلیف و سرگردان زندگی می‌کنند. معترضانی که زیر فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراض کردند و تاوانی سنگین دادند. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال. هنوز نمی‌دانیم چه تعداد در آن روزهای خونبار آبان یک سال پیش کشته شدند. حکومت ایران سکوت کرده و هر بار هم که از مقام‌ها سوال شده درباره آمار و ارقام، از نهادی به نهاد دیگر دست به دست کردند. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لایحه هلند، الان به ما پیوسته. آقای ملکی، شما نگاهی کردید به آمار و ارقام در آن روزها بر اساس ثبت احوال، چه دستگیرمون میشه از لحاظ تعداد کسانی که در اون مدت به دلایل مختلف در ایران جان خودشون رو از دست دادند؟ ابتدا یاد جانباختگان آبان 98 رو گرامی می‌دانیم و به خانواده های اونها تسلیت عرض می‌کنم. ما در یک پژوهشی که در فروردین امسال در مورد کرونا داشتیم انجام می‌دادیم، به سایت سازمان ثبت احوال مراجعه کردیم و اون زمان البته متأسفانه اطلاعاتی در مورد اسفند و زمستان 98 نبود، اما به صورت بسیار شگفت‌آوری مواجه شدیم با آماری که در مورد پاییز 98 در مورد آمار مرگ و میر وجود داشت و با یک تحقیقی که کردیم با مقایسه با 5-6 سال قبل از اون، یعنی از سال 92 تا سال 98 که آمار به صورت هر فصل به صورت مجزا تفکیک شده ارائه شده بود، متوجه شدیم که در پاییز 98 چیزی حلوش 9500 مرگ اضافی نسبت به سالهای قبل از اون وجود داشته. در این مدت در سطح این 8 ماه گذشته ما سعی کردیم تحقیقات مختلفی انجام بدیم، بدانیم که این مرگ و میر اضافی یک چیز عجیبی هست و از جایی که میدونیم که مرگ و میر یک داده خوشرفتار در علم ریاضی هستش،
نشون دهنده بود که یک اتفاقی افتاده و باید این آمار مرگ اضافی به یک به اصطلاح اتفاقی حادثه چیزی ربط داشته باشه. از طرف دیگه میدونیم که در مورد کرونا هم همین کارو کرده، یعنی در بسیاری از کشورها با توجه به اینکه نمیتونستن بفهمن که آمار مرگ کرونا دقیقاً چی هست، به خاطر اینکه خیلی در خانه جان می‌سپردن، خیلی‌ها در اثر بیماری‌های جانبی بودن در حالی که کرونا داشتن یا تست نداده بودن، این روش استفاده از آمار مرگ و میر اضافی برای تخمین زدن از اون چیزی که آمار رسمیش وجود نداشته رو در صد ما بهش حساس شدیم. و از طرف دیگه هم دیدیم که تنها چیزهایی که آماری که در مورد مسئله آبان وجود داره، یک آمار رویترز 1500 نفر هستش که به نقل از منابع درون حکومت، یعنی منابعی که ناشناس هستش، اعلام شده. از سوی دیگه تنها کار دیگه هم که بوده کار عفو بین‌الملل بود که خب اون هم با توجه به محدودیت‌ها و استانداردهای خیلی سختگیرانه‌ای که دارن تعداد محدودی بود. ما این آماری که آوردیم برای اولین بار دیدیم که آماری هستش که آمار اصلی ثبت احوال کشور هست. از این جهت بودش که سعی کنیم اینها رو بررسی کنیم و عوامل مختلفی که میتونه 8000 مرگ اضافه در پاییز 98 رو توضیح بده بررسی بکنیم تا ببینیم که آیا میتونیم عوامل مختلفی رو در صد براش پیدا بکنیم یا نه. از این جهت بودش که کمی مسئله آبان 98 هم در میان به نوعی مطرح شد. و آقای ملکی، وقتی به وقایع اون زمان در همزمان با تظاهرات آبان ما قبلش بعدش نگاه میکنید، چطور میشه بررسی کرد که این تعداد اضافی رو چه عواملی داره توضیح میده؟ دقیقاً نکته همین است که یک مطالعه‌ای بعداً انجام شد توسط آقای کاوه مدنی و ماهان قفاری در مورد اتفاقاً بررسی همین میزان آمار مرگ و اضافی برای اینکه ببینن چقدر به کرونا ارتباط داره. اونجا هم برای اولین بار به صورت مکتوب اونها اشاره کردن که شگفت‌آور بوده برایشون این مقدار مرگ اضافی که در پاییز 98 بوده. اونها سعی کردن این به نوعی احتمال رو بررسی کنن آیا ممکنه از کرونا باشه و کاملاً توی مقاله‌شون بنویسن که این احتمال رد است، این نمیتونه آمار مرگ و میر اضافه پاییز داشت به کرونا رفت داشته باشه. سناریوی دیگری که ما شروع کردیم و بررسی این بودش که فرضاً تصادفات جاده‌ای رو بررسی کنیم، دیدیم که 98 از 97 وضعیت تصادف جاده‌ایش بهتر بوده. حوادث طبیعی دیگر عاملی هستش که میتونه باشه. ما دیدیم که هیچ حادثه طبیعی در پاییز 98 نیست جز زلزله آذربایجان شرقی که حدود 7-8 نفر مرگ از اون گزارش شده. از طرف دیگه آنفولانزای فصلی بودش که اون هم یک احتمالی بودش که محققان قبلی داده بودن. اون رو هم ما با توجه به بررسی آمار رسمی که کردیم، وزارت بهداشت اعلام کرد که در پاییز 98 فقط 106 نفر در اثر اون آنفولانزا فوت کردن و آماری هم که در سایت سازمان بهداشت جهانی بود از مرگ گسترده خبر نمیداد. تنها فاکتوری که موندهش مسئله کشتار آبان بودش که در اصل یک اتفاقی هستش که هیچ آماری از اون بیرون نیومده. این نکته معنیش این نیست که 8000 نفر در اون آبان 98 کشته شدن، بلکه نکته‌ای که اینجا مبهم هست اینه که ما با یک پدیده مرگ و میر 8000 نفری اضافی در پاییز 98 مواجه هستیم که حکومت هیچ توضیحی در مورد اون نداده، آمارهای رسمی در مورد اینکه چه علت دیگری میتونه باشه وجود نداره. از این جهت کشتار آبان در اصل یکی از عواملی هستش که حالا بین چند صد نفر یا چند هزار نفر از این تعداد 8000 نفر رو شاید توضیح بده. این درصد چیزی هستش که مقامات حکومت اسلامی، مقامات بهداشت باید در مورد اون توضیح بدن که چرا در پاییز 98 بیش از 8000 نفر نسبت به آنچه که آمار 6 سال گذشته اون نشون میده مرگ و میر اضافه وجود داره. آمار ملکی، متشکرم از صحبت با ما. ممنون. امشب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار درباره اقتصاد و وضعیت اقتصاد با مردم کشورش صحبت کنه. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری همچنان معتقده که او پیروز بوده و انتخابات به سرقت رفته. ببینیم روزنامه‌ها چه میگن. واشنگتن تایمز تصویر اصلیش از طرفداران رئیس جمهوری مقابل کلوب گلف در ویرجینیا، جایی که دیروز دونالد ترامپ اونجا گلف بازی کرد. تیتر سمت راست واشنگتن تایمز توییت آقای ترامپ رو نقل کرده که بایدن برد برای اینکه در انتخابات تقلب شده بود. زیرش نوشته به رغم آرای شمرده شده در همه ایالات، رئیس جمهوری وعده داده به مبارزه ادامه بده. واشنگتن تایمز که به آقای ترامپ و جمهوری‌خواه نزدیک نوشته تلاش‌های تیم حقوقی رئیس جمهوری هم تا اینجا عمدتاً جواب نداده و نهایتاً در این مقاله از جان بولتون مشاور امنیتی پیشین دونالد ترامپ نقل کرده که اتهامات تقلب پایه و اساسی نداره و هیچ شواهد محکمه پسندی تا اینجا ارائه نشده. خبرنگار نیوشا سارمی الان از واشنگتن با ماست. نیوشا، برامون بیشتر بگو الان چه میگذره اونجا در واشنگتن در جدال بین دو طرف.
نادر، دونالد ترامپ خیلی در توییتر فعال بوده، در ساعت‌های گذشته بارها توییت کرده که همچنان انتخابات، نتایج انتخابات رو نمیپذیره و در انتخابات تقلب شده، گفتش که چپ‌های تندرو میخوان انتخابات رو بدزدن اما ما این اجازه رو نمیدیم. دو بار در 24 ساعت گذشته این ادعا که او پیروز انتخابات شده رو تکرار کرد. در روز گذشته هم او برای اولین بار شاید این عبارت که او پیروز شد، یعنی منظورش جو بایدن بود، به کار برد، ولی با تقلب، چون تقلب شد و پیروز شد. اما بعدش تصریح کرد که من هیچ چیزی رو قبول نکردم و گفتم در چشم رسانه‌هایی که خبرهای جعلی منتشر می‌کنند او پیروز شده. همچنان در دادگاه‌های مختلف در ایالت‌های سرنوشت‌ساز پیگیری‌های حقوقی داره انجام میشه. مهم‌ترین تمرکز تیم حقوقی دونالد ترامپ روی پنسیلوانیا بود، ایالتی که نهایتاً منجر شد به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا. اما بخش مهمی از شکایتی که این تیم حقوقی دونالد ترامپ داشت رو حذف کردن، بخشی که مربوط بود به اینکه جلوگیری شده از ناظران آقای ترامپ برای حضور در شعب اخذ رأی و این باعث شده که تعدادی از طرفداران اون نتونن رأی بدن، اما این بخش همچنان حذف شده. اما همچنان این تقاضا رو داره تیم حقوقی دونالد ترامپ که نتایج نهایی نشه به نفع جو بایدن. معمولا در این ایام بین رئیس جمهوری منتخب و رئیس جمهوری در حال خروج از کاخ سفید و گذر و انتقال داره انجام میشه و برنامه‌ریزی برای اون. الان آقای بایدن داره چه کار میکنه؟ درسته نادر، در شرایط عادی در انتخابات گذشته همیشه در این روزها دو تیم رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب که رئیس جمهور آینده در با هم در تماس بودن برای انتقال قدرت. الان این اتفاق نمیفته. رسانه ها هم اتفاق خیلی مقایسه میکنن، به ویژه انتقال قدرت از جورج بوش به باراک اوباما که خیلی سریع و خیلی ساده اتفاق افتاد، اون رو به عنوان مثال ازش یاد میکنن. آقای بایدن در نقش یک رئیس جمهور منتخب سعی میکنه که همون وظایفی رو که داره به عهده بگیره، جلساتی میذاره برای مبحث کرونا که خیلی هم در کمپین انتخاباتی روش تمرکز داشت. امروز جلسه‌ای داشت با چند شرکت بزرگ درباره مسائل اقتصادی صحبت کرد، سخنرانی باز امروز خواهد داشت در مورد اقتصاد و وضعیت اقتصادی. به نظر میرسه نگاه رو به جلوی داره و سعی میکنه که از درگیری‌های لفظی شخصی با دونالد ترامپ پرهیز بکنه و سعی کنه که برنامه‌های آینده‌اش رو پیش ببره، مثلا کاندیداهای کابینه‌اش رو بررسی بکنه. برخورد دونالد ترامپ با انتخابات خب انتقاداتی هم داشته، از جمله جان بولتون که از سران جمهوری‌خواه خواسته که شکست دونالد ترامپ رو بپذیرن. آقای ترامپ هم البته بهش تاخته بود، گفتن احمق‌ترین کسانی بوده که باهاش کار کرده. و از اون سو باراک اوباما رئیس جمهور پیشین هم انتقاد کرده که وقتی تکلیف مشخص شده دونالد ترامپ باید ابزار و راه‌های انتقال قدرت رو انجام بده. میدونیم که 20 ژانویه روز تحلیف ریاست جمهوری و تا اون موقع دیگه باید رئیس جمهور بعدی قدرت رو کامل تحویل بگیره. متشکرم نیوشا صارمی در واشنگتن. تصویر اصلی واشنگتن پست البته از لحظه پرتاب فضاپیمای اسپیس ایکس به ایستگاه فضای بین‌المللی، اولین ماموریت از نوع خودش برای سازمان ناسا در همکاری با یک شرکت خصوصی. سمت راست عکس تیتر واشنگتن پست میگه استراتژی ترامپ درباره ایران تأثیر و رمقش رو از دست داده. این مقاله مشخصا به دو موضوع اشاره میکنه: افزایش ذخایر غنی شده اورانیوم و افزایش دوباره صادرات نفت. هر دو به گفته این روزنامه اهدافی که دونالد ترامپ میخواست جلوشون رو بگیره. در این گزارش آمده به رغم تهدیدها برای گسترش تحریم علیه تهران در هفته‌های پایانی، کاخ سفید ترامپ بحرانی رو برای کاخ سفید بایدن به جا میگذاره که در مقایسه با 4 سال پیش وخیم‌تر شده، به خصوص که ایران هیچ تمایلی نشون نداده که آماده مذاکره درباره بازگشت واشنگتن به برجام. به اضافه اینکه مقاله واشنگتن پست معتقده بعیده تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1400 تهران بخواد به طور جدی وارد گفتگو بشه. این هفته هم نیویورک تایمز و هم آسوشیتد پرس گزارش کردند که اسرائیل پشت ترور ابو محمد مصری بوده، فردی که مرد شماره 2 گروه القاعده معرفی شده و حدود 3 ماه پیش به همراه دخترش در تهران کشته شد. روزنامه هارتس در کنار تصویری از رئیس جمهوری آمریکا در زمین گلف تیر زده پشت گزارش ترور یکی از رهبران القاعده در تهران. این مقاله میگه کشتن مصری ضربه روانی بزرگی به سپاه پاسداران زده، چون برای 2 دهه او رو پنهان کرده بود.
به گفته نویسنده سپاه متوجه شده نهادهای اطلاعاتی اسرائیل چه منابع خوبی داخل ایران دارن و پس از هر عملیاتی مقامات اطلاعاتی ایران از خودشون میپرسن طرح بعدی اسرائیل چیه؟ چه کسی هدف بعدیه؟ نویسنده این مقاله هارتس یوسی ملمنه، روزنامه‌نگار اسرائیلی با تخصص در زمینه‌های نظامی و اطلاعاتی. از او پرسیدیم چرا آمریکا باید از اسرائیل بخواد چنین اقدامی کنه و چرا خبر سه ماه بعد منتشر شده. این کاملا طبیعی است که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل من جمله موساد و سازمان اطلاعات ارتش با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری داشته باشند. این همکاری برای دهه‌ها ادامه داشته و حتی به همکاری برای عملیات‌های مشخص بس داده شده. حالا آمریکا از اسرائیل درخواست کرده که به آنها کمک کنه، چرا که اسرائیل دستیابی بهتری به منابع عملیاتی در تهران داره و از لحاظ اجرایی بهتر اقدام میکنه. و این اولین باری نیست که سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور شامل CIA و موساد با یکدیگر برای هدف قرار دادن افراد مشخص با یکدیگر همکاری میکنند. این عملیات حدود 3 ماه پیش بود. این مشخصاً نمی‌تواند پیام روشنی برای دولت آینده آمریکا داشته باشد. اگر پیام مشخصی رو دنبال اون باشیم، در واقع باید در زمان نشر این خبر دنبال اون بگردیم. این تنها نشر یک خبر ساده نبود، بلکه نیویورک تایمز بر اساس اسناد دریافتی از یک منبع نامشخص در دستگاه اطلاعاتی آمریکا این مطلب را تهیه کرده و اطلاعات این عملیات را نشر داده. اگر این منبع نزدیک به دولت ترامپ یا کاخ سفید بود، حتما زودتر این کار میکرد تا اعتباری برای خود کسب کنه، همونطور که قبلا این کار را انجام داده. شاید این یک پیام مشخص برای جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب باشه که بگه در مورد ایران نگرانی های جدی وجود داره و بخواد این موضوع رو مورد توجه قرار بده. مشخصا این موضوع به دولت اسرائیل و دولت نتانیاهو به طور مشخص کمک میکنه که به جو بایدن پیام میده در برابر ایران محکم باشه، تحریم ها رو بر نداره و با دولت نتانیاهو و دولت اسرائیل همکاری بکنه. ببینیم در دیگر نقاط جهان خبرها امروز چه بود. اولین رئیس جمهوری زن در مولداوی مایا ساندو که به غرب نزدیکی بیش از 57% آرا را کسب کرد و رقیبش ایگور دودون که به مسکو نزدیکی 42% آرا. خانم ساندو نخست وزیر پیشین مولداوی است. رکورد آمار ابتلا به کووید 19 در روسیه با نزدیک به 23 هزار مورد در مسکو تعداد بالای مبتلایان باعث شد تا بیماران را به این بیمارستان موقت که روی یک پیست اسکی توی یخ بنا شده منتقل کنند. بیمارستانی با بیش از 1300 تخت و بالای 100 پزشک و پرستار. کره شمالی محدودیت‌های مقابله با کرونا را شدت می‌بخشد. کیم جونگ اون رهبر این کشور برای اولین بار پس از 25 روز ظاهر شد و در یک نشست حزب کارگران خواستار هوشیاری بیشتر در نبرد با کرونا شد. پیونگ یانگ گفته تا حالا موارد ابتلا در این کشور دیده نشده. سوئد هم محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از گسترش موج دوم تجمع بالای 8 نفر ممنوع می‌شود. سوئد در مبارزه با کرونا راه متفاوتی را پیش گرفت، راهی که نتیجه‌اش هم مرگبارتر از همسایگانش در اسکاندیناوی بود، در حالی که آمار مرگ ناشی از کووید 19 در کل دانمارک و نروژ حدود 1000 نفر بود، در سوئد بیش از 6000 نفر جان باختند. فرماندار توکیو ابراز امیدواری کرده بازی‌های المپیک تابستانی به نمادی از غلبه جهان بر کرونا تبدیل بشه. او با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک صحبت می‌کرد. المپیک 2020 توکیو به سال آینده میلادی موکول شده، اما همان نام رو نگه داشته و ژاپنی‌ها امیدوارند واکسن‌های کرونا بتونن برگزاری این بازی‌ها رو امکان پذیر کنند. و
معبد کدارنات در شمال هند سفید پوش شد. یکی از مقدس‌ترین زیارتگاه‌های هندوها، مکانی که در 6 ماه فصل سرما به خاطر بارش برف و محدود شدن جاده‌ها تعطیل میشه، اما پیروان و علاقمندان همچنان به آنجا روی می‌آورند. بعضی نام‌ها در خاورمیانه برای بسیاری از ما آشناست، به خصوص که سیاستمداران در این کشورها اگر از قدرت کنار زده نشوند هیچگاه خود را بازنشسته هم نمی‌کنند. یکی از آنها ولید معلم بود، سیاستمدار سوری که در 79 سالگی درگذشت. شهره جولانی از مردی میگه که در خونبارترین سال‌های کشورش وزیر خارجه بود. سیاستمداری کهنه‌کار، متحد دیرینه و مدافع سرسخت بشار اسد و حکومت سوریه. هدف این قانون هو تأثیر. ولید معلم از 14 سال پیش وزیر خارجه سوریه بود. دوران اینکه این کشور با فرو رفتن در انزوای جهانی اتحاد خود را با روسیه و ایران محکم‌تر کرد. договорённости по торгово-экономическому взаимодействию. او 79 سال پیش در خانواده سنی به دنیا آمد و در جوانی به حزب بعث سوریه پیوست. کار در وزارت خارجه سوریه را 5 دهه پیش شروع کرد. با کسب مقام‌های مختلف از جمله سفیر سوریه در سازمان ملل و مسئول امور لبنان، سال 85 به وزارت خارجه منصوب شد. حمایت سرسختانه او از حکومت سوریه در جنگ داخلی کشور و مواضع انتقادیش از کشورهای غربی آمریکا شهرت یافت. او استفاده از تسلیحات شیمیایی در جریان این جنگ را شوخی کشورهای غربی نامید و مخالفان را تروریست‌های جهادی. در این نشست سازمان ملل که 6 سال پیش در ژنو برای پایان جنگ برگزار شد، مخالفان حکومت را خائن و تروریست نامید. در دوران 14 ساله وزارت او، سوریه در اتحادی سگانه با ایران و روسیه و در سایه حمایت نظامی و سیاسی آنها خود را قدرتمندتر یافت. ملت فدراسیون روسیه برای ولید معلم سال 85 جانشین فاروق الشهر شد، وزیر خارجه که با رکورد 22 سال پس از مرگ حافظ اسد مقامش را در دوران بشار اسد هم حفظ کرد. او وزارت خارجه را از عبدالحلیم خدام تحویل گرفت، اما وقتی حافظ اسد مسئولیت امور لبنان را به بشار اسد داد، روند افول عبدالحلیم خدام آغاز شد. انتقادات او از سیاست خارجی سوریه در لبنان و به ویژه ترور رفیق حریری سرانجام موجب تردش و پناهندگی در فرانسه شد. تغییری که با چرخش در سیاست خارجی سوریه همزمان شد. ولید معلم از سال 2012 برای مسئولیت در سرکوب بیرحمانه غیر نظامیان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. در بیانیه دولت سوریه از او مردی با احساسات میهن پرستانه یاد شده. مراسم خاکسپاریش پس از انتقال از بیمارستان دوشنبه در دمشق انجام شد. اما مرگ او برای ساکنان ادلب خبر خوشی است. صبح خبر مرگ ولید معلم را از طریق موبایل فهمیدم. ما این خبر خوشحال شدیم. انشاءالله به زودی خبر مرگ بشار اسد را هم بشنویم. واقعا خبر خوشحال کننده ای بود. امروز برای مشتریام قهوه مجانیه. شهره جولانی، ایران اینترنشنال. 50 سال پیش بود که حافظ اسد، پدر بشار اسد، به قدرت رسید. آغاز حکومتی که به رغم یک دهه جنگ خونین و کشته شدن صدها هزار نفر همچنان پا بر جا مانده. میلیون ها نفر اما آواره شدند. خبرنگار ما تروسکه صادقی به یکی از کمپ های پناهجویان سوری در اقلیم کردستان عراق رفت. نسل جدید پناهجویان سوریه، کودکانی که در شروع جنگ و سرانجامش دخالتی نداشتند، اما سرنوشتشان، آینده اینا مشخص، در گرداب منطقه پرتنش شد. حدود 8000 نفر در بین دیوارهای کوچک خانه های این کمپ زندگی می کنند. مزگین یکی از آنهاست، زنی که 9 سال پیش پس از اوج گرفتن کشتار در جنگ داخلی سوریه به اقلیم کردستان عراق آواره شد. تقصیر بشار اسد بود، اون بود که جنگید، وضع کشور رو بد کرد. تا وقتی بشار هست به خدا کسی به سوریه بر نمی گرده. سوریه اوضاعش بده، جنگه. تا وقتی که جنگ نبود مردم کار داشتن، بچه ها درس میخوندن، حقوق داشتن مردم. اگه اوضاع مثل قبل بشه برمیگردیم و
وگرنه کسی بر نمیگرده به سوریه. کمپ کورگوسک یکی از 6 کمپ‌های اقلیم کردستان عراق برای پناهندگان سوری است. از سال 2011 به بعد حدود 300 هزار نفر از سوریه در 3 استان اقلیم کردستان عراق تحت نظارت سازمان ملل مستقر شدند. با اینکه حالا آرامش و آتش‌بس نسبی در بخشایی از سوریه تحت فرمان روایی بشار اسد حاکم است، اما هستند پناهجویانی همانند شیلان که وضعیت سخت زندگی افکارشان را تغییر داده و حالا برایشان مهم نیست چه کسی حکمران آینده کشورشان خواهد بود. من معلم بودم. قبلا اوضاع خوب بود. زندگیمون رو میچرخوندیم. ولی بعد از جنگ هیچی نموند. نه مدرسه، نه کار، نه زندگی. الان دیگه فرقی نمی کنه. اسد رئیس باشه یا کس دیگری. فقط امنیت میخوایم. اگه امنیت باشه برمیگردیم. سال 2011 میلادی جرقه اعتراضات سرتاسری در سوریه زده شد. گرچه از اوایل معترضان خواهان انجام اصلاحات سیاسی و البته برکناری بشار اسد بودند، اما خیلی زود با باز شدن پای گروه‌های مسلح مختلف و کشورهای منطقه به سوریه، اعتراضات مدنی تبدیل به جنگ داخلی در این کشور شد. حالا اگه هر پناهجویی در این کمپ بخواد به کشورش برگرده، شاید تنها شباهتش با سوریه 9 سال پیش این باشه که بشار اسد هنوز رئیس جمهور این کشوره. وضعیت ملتهب کنونی سوریه را میتوان از صحبت‌های ساکنین این کمپ شنید. عمر که نخواست صورتش نشان داده شود میگوید انقلاب در سوریه برای اصلاحاتی جوهری بدون بشار اسد بود، اما دخالت خارجی همه چیز را به نفع وی تغییر داد. شورش مدگو عمر شورش 6 ماه او سالک ما فکر میکردیم این انقلاب فوق 6 ماه طول میکشه، چون اون موقع بهار عربی شروع شده بود. متاسفانه مشاورا و حامیان اسد مثل ایران، حزب الله لبنان و روسیه با قدرت اسد رو حمایت کردن و عمر حکمرانی اون رو طولانی کردن و انقلاب مدنی مردم رو به جنگ و خونریزی تبدیل کردن و این همه آدم کشته و آواره شدن. بشار اسد که 20 سال پیش قدرت را از پدر به ارث گرفت، همچنان رئیس جمهور است و بازیگرانی که هر از گاهی به آسانی نتیجه بازی را تغییر می دهند و برایشان مهم نیست ادامه اش به بهای ریختن چقدر خون است. با این اوصاف برای میلیون ها پناهنده سوری، کمپ ها و خیمه هایشان فعلا به مراتب از خانه ای که در و دیوارش فرو ریخته و آینده اش نامشخص است بهتر است. روسک صادقی، ایران اینترنشنال، کمپ پناهندگان سوریه. وزیر خارجه آمریکا سفر 10 روزه را آغاز کرده که بسیاری معتقدند تور خداحافظی اوست. سفری که اهدافش چندان مشخص نیست، به ویژه که رئیس کشورش شکست در انتخابات را هنوز نپذیرفته. مایک پومپو به اسرائیل، عربستان، امارات و گرجستان خواهد رفت. ساعتی پیش وارد ترکیه شد، اما 3 روز در فرانسه بود. از پاریس نیلوفر پور ابراهیم گزارش می‌دهد. از سفر مایک پومپو به فرانسه تنها همین تصاویر منتشر شده. ورودش به پاریس، ادای احترام به قربانیان حملات تروریستی و سوار هواپیما شدنش برای ترک فرانسه. برای فرانسه این سفر تور خداحافظی مایک پومپو به عنوان وزیر خارجه آمریکا و پایان دوران ترامپ است. وزیر خارجه ای که شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نپذیرفته. دیدار امانوئل مکرون و مایک پومپو اینجا در کاخ الیزو پشت درهای بسته برگزار شد. مقام‌های فرانسوی گفته بودند که این دیدار در هماهنگی و شفافیت کامل با تیم جو بایدن انجام خواهد شد. از نظر مقام‌های فرانسوی این دیدار یک دیدار تشریفاتی بود، چون قرار نبود که در اون توافقی انجام بشه و یا گرهی از موضوعات مورد اختلاف دو کشور مثل رابطه با ایران یا موضوعات تجاری برداشته بشه. امانوئل مکرون از نخستین سران اروپایی بود که به جو بایدن تبریک گفت و تلفنی با او صحبت کرد. کانال‌های ارتباطی در پایتخت‌های اروپایی با تیم جو بایدن برای همکاری‌های مشترک از همین حالا تشکیل شده. هدف تقویت و بهبود روابط فرااتلانتیک و در کنار آن استقلال نسبی از ایالات متحده است. امانوئل مکرون میگوید اروپا حتی با روی کار آمدن دولتی جدید در ایالات متحده و تقویت احتمالی روابطش با واشنگتن همچنان به یک استراتژی دفاعی مستقل نیاز دارد. اما تا رفتن جو بایدن به کاخ سفید 2 ماه مانده و در این زمان زمام امور همچنان در دستان دولت دونالد ترامپ است.
فرانسه نگران از تصمیم احتمالی آمریکا برای خروج سریع‌تر نیروهایش از عراق و افغانستان است. شانی ولودریان وزیر خارجه فرانسه پیشتر اعلام کرده بود به مایک پومپو خواهد گفت چنین تصمیمی اشتباه است. گفته شده یکی از محورهای این تور اروپا و خاورمیانه مایک پومپو به خصوص در اسرائیل و عربستان موضوع ایران است. کشورهای اروپایی که به بازگشت ایالات متحده به برجام دلبستند، نگرانند اقدامات بیشتر دولت ترامپ در راستای فشار حداکثری به تهران کار را برای اروپا و تیم بایدن در آینده در برابر ایران دشوارتر کند. دیگر موضوع نگرانی اروپایی‌ها ادامه شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و دورتر شدن چشم‌انداز صلحی مبتنی بر راه حل ایجاد دو کشور است. رسانه‌های اسرائیلی گفتند مایک پومپئو از یکی از این شهرک‌ها و بلندی‌های جولان دیدار خواهد کرد. به نظر میرسه استقبال از مایک پومپئو در ترکیه چندان گرمتر از پاریس نخواهد بود. با وجود موضوعات بسیار برای گفتگو بین این دو متحد عضو ناتو، هنوز هیچ دیدار رسمی بین وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های ترکیه اعلام نشده. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال، پاریس. با تماشای تصاویری از پرتاب فضاپیمای ساخت شرکت اسپیس ایکس به ایستگاه فضای بین‌المللی با 4 سرنشین، از شما تشکر می‌کنیم که این دوشنبه با امروز بودید.